سلام دوستان وقتتون به خیر و شه شب. با شبنامه در خدمت شما هستیم در روزهای گذشته یک یادداشتی نوشته شد توسط یکی از مالکشان بی همه چیز علیف بادگوبه ای در فضای فارس زبان خب مطلبی در این خصوص آماده کردیم دوستان عزیز و محتوایی رو در این خصوص به شما ارائه دادیم امروز ظاهرا این مطلب رو حذفش کردن از اون رسانه که منتشر کرده و این بسیار خوشحال کننده است بسیار امیدوار کننده است اما یک سوال جدی برای ما داره اصلا چرا منتشر شد ما بی خیال این داستان نمیشیم این بی پدر هر کجا بخواید ماله این بی همه چیزو بکشید ما راه میافتیم و سوال داریم شما تجزیه طلب ها در فضای رسانه ایران نفس نباید بتونید بکشید اگر تو مجلس ایران رفتی اگر جای دیگه ای رفتی اگر خروجی رفتار امثال شماها بوده که امروز باعث شده یک کوچولو کشور برای ما زبون در بیاره در فضای رسانه ایران اجازه نمیدیم نفس بکشید راه میفتیم پشت سر شما ببینیم کجا داری مالکشی کشی میکنی برای بی به اون رسانه به اون کسانی که دارن این کار رو انجام میدن به اون کسانی که دارن این فضا رو پیش تذکر میدیم و تعارفی هم سر این قضیه نداریم ولی به حجت نکته که من لازم هست اینجا خدمت دوستان خودم عرض بکنم و خدمت رفقای رسانه خودم عرض اینه چرا این بعد خروجی که بعد ما شیون بکنیم تو سرمون بزنیم برنامه بسازیم کف و خون قاطی بکنیم که شما بری از سایتت حذفش بکنی خب از اول منتشر نکن یا مثلا یه رفیق یه چیزی گرفته گفته که آقا میبرمش رو تیتر یک و چند ساعت میذارم باشه ولی اگه فشار زیاد شد حذفش میکنم اجازه ما بد فکر کنیم درباره شما یا اینکه نه اصلا متن نخوندی طرف گفته من نماینده مجلس ایران بودم هم درباره باکو نوشتم تو هم منتشر کردی که این اشتباهه این کاری که شما انجام دادید فوق العاده اشتباهه و حداقلش این هست که شما اگر ایران رو دوست دارید اگر وطن شما ایران هست اگر غیرت روی ایران دارید این بی همه چیز یادداشت داده منتشر کردی اون یادداشت رو پخشش کردی الان در نقدش یه چیزی بنویس حداقل حذف کافی که کفایت نمیکنه که در نقدش بنویسه آقا ایشان آمده ماله زن علیف وادکوبهای رو تو رسانه ما کشیده آخه مثلا زنش تو سیاست ایران مرد حسابی از پول گرفتی که زن اینو داری تاثیر میکنی آخه مثلا طرف سیاست مداره شما در روی خودش حرف زنی یه چیزی من ندیدم یک نفری در فضای رسانه کشور بره همسر رئیس جمهور یکی دیگر تطهیر کنه ورشن یاد داشته در فضای فاز زبان همچین چیزی و من برام عجیبه امیدوارم اون رسانه که این رو منتشر کرده نقدی در همین خصوص بنویسه یا در رد همین حرف مفتی که منتشر کرده یه چیزی بنویسه اعتبار رسانه خودتون رو رفقا با این چیزا پایین نیارید یک قروندوزاری دوزاری که پرداخت میکنن برای تطهیر علیف بادگوبه و برای تطهیر فلان دشمن ایران که شما رسانتو در خدمتشون قرار بدی اعتبار تو قرار بدی شرافت تو قرار بدی ارزش نداره ها بحث وطنمونه بحث شرافتمونه بحث ایرانه من لازم بود این رو ابتدای این گزارش اشاره بکنم هم به دوستان بگم که اون محتوا هست شده اگر دوستان دیروز مطلب دیدن کلافه اصلا ناراحت در جریان باشن و همین که این نکات رو به بهانه به عنوان یک کوچکترین در فضای رسانه ایران به دوستان خودم و به فعالان رسانه کشورم یادآوری بکنم اگر موافق باشید بریم گزارش امشب رو شروع بکنیم سه سال پیش یک توافق بین باکو و ارمنستان پیرامون قرهباغ تهیه میشه سه سال از این توافق گذشته هر روز باکو و ارمنستان دارن همدیگر رو به نقض آتشبس در و کوهستانی متهم میکنند روند این ماجرا از نیمه اسفند بسیار جدی شده این چیزی که ما داریم میبینیم این رو به ذهن متبادر میکنه و این رو به ذهن میاره که احتمالا باید منتظر این باشیم که یک نبردی یک تنشی از جنس نظامی در این منطقه اتفاق بیفته از اثر نظرهای علیف بادکوبه و مقامات باکو میشه همچین چیزی رو حد اخیرا این فرد استان نظر کرده گفته برای اینکه ارمنستان راحت زندگی کند باید شرایط ما رو بپذیرد و قره را به عنوان خاک باکو رسما به رسمیت بشناسد ارمنستان باید با ما پیمان صلح امضا کند و طبق شرایط ما اقدامات مربوط به محدود کردن مرزها را انجام دهد پاشینیان نخست وزیر ارمنستان هم در همین خصوص اظهار نظری داشته و در صحبتهای خودش گفته که نتیجهگیری من ناشی از لفاظی های تهاجمی فزاینده جمهوری باکو و البته اطلاعات دیگری که دارم این است که احتمال تنش مرزی وجود دارد نخست وزیر ارمنستان تاکید کرد که ارمنستان کشوری نیست که شروع کننده اقدام های تهاجمی یا تنهزا باشد به همین دلیل هم تصمیم گرفته تا ناظران اتحادیه اروپا را دعوت کند این آمدن اعلام کردن به کشور فرامنطقی گفتن که آقا بیایید حضور پیدا کنید ببین ماجرا چیه اصلا رسد بکنید این ماجرا رو و شما اظهار نظر کنید من یه چیزی رو داخل پرانتز خدمت شما عرض بکنم دوستان عزیز اینطور که من دارم برداشت میکنم این هست که این ماجرا اصلا از هر زاویه بخوای بهش نگاه بکنی در بلند مدت و کوتاه مدت میتواند پای قدرت های ای را به قفقاز باز بکنند یعنی باید منتظر باشیم انگلستان بخواد اینجا بیاد، آمریکا بخواد بیاد، اسرائیل نظر بکنه، رژیم ساکنسی بخواد بیاد رسمی اظهار نظر بکنه، ما نمی‌خویم دوستان چیه؟ ما نمی‌خویم بیایم پیرامونه. این مسائل در نزدیکی مرز ایران حرفه‌ای داشمون. یعنی این بی همه چیز داره بازی رو شروع می‌کنه که در بلند مدت اگر به نتیجه برسه بتونه این مرز رو حذف کنه، ارمنستان رو از همسایگی با ما کنار بزنه. پای ناتو رو به اینجا باز میکنه. در کوتاه مدت هم همینه. دیگرانی میآیند برای اینکه اظهار نظر بکنن حضور داشته باشن دخالت بکنن و این ترجمه ساده ترش میشه ناامن کردن قفقاز جنوبی این اظهار نظرها و این اقدامات داره در حال صورت میگیره که روسیه هم بارها تاکید کرده بر اینکه نقض آتش از سوی باکو داره اتفاق میفته و این نقض آتش هم به خاطر این هست که کسانی پشت سر علیف بادکوبه ای هستن دارن تاکید میکنن که آقا این چیزهایی که برای مرسای کنونی شده تو نپذیر یه اعتراضی بکن یه بکن تا سایر مناطقی که میتونی رو هم اونها رو هم بری جلو و ملحق بکنی به خاک باکو حالا نکته کجا هست اینها در همین خصوص از دسامبر 2022 کارهای انجام دادن این کارها باعث شده که کریدور لاچین به تصرف اینها و در اختیار نیروهای باکو در بیاد این باعث شده که بخش ارمنی قره به نوعی به محاصره در بیاد گروگان گرفته بشه اجازه کمک رسانی به مردمش داده نشه این مسیری که کمک میکرده غذا به اونجا برسه سوخت به اونجا برسه ملزومات دارویی برسه این مسیر به اشغال در بیاد و چیزی در حدود 120 هزار ارمنی در یک فاجعه تمام ایار و یک نسل کشی مجدد قرار بگیرند کشورهای فرامنطقه به باکو در این خصوص هشدار دادن فریادهای زدن البته باکو ترجیح میده بازی رو ادامه بده علت چیه علت اینه که این به هر قیمتی که شده میخواد به زنگ زور برسه میخواد مرز ایران رو هم بخش ارمنیش رو تصرف کنه در اختیار قرار بگیره از این طریقی که این بازی که راه انداخته داره ارمنستان رو تحت فشار قرار میده که ارمنستان مجبور بشه اونجا کوتاه بیاد و ایران به شدت با این مخالف ارمنستان مخالف کشورهای مختلف با این داستان مخالفت کردن روسیه هم مخالفت خودش رو در این خصوص ارائه داده من یک چیزی رو شنیدم در فضای غیررسمی مطرح شده تحت عنوان که ایران این پیام رو به باکو مخابره کرده که مرزهای خودم برای خودم به شدت مهمه امنیت کشورهای اطراف من برام مهمه چون بر امنیت من اثر میگذاره بر همین اساس حفظ مرزهای قانونی ارمنستان هم به اندازه مرزهای خودم برام اهمیت داره و بر همین اساس اجازه جابجا جا شدن مرزها رو به هیچ کشور همسایه‌ای نمیدم اگر همچین اتفاقی بیفته چه چیزی رخ میده ایران گزینه خیلی زیاد داره همینطور که این بی همه چیزا شما نگاه میکنید هر چند وقت یه بار یه واق واقی میکنن چهار تا تزیه طلب هم جلو میندازن اینا قومیت هایی در داخل خود باکو دارن که این قومیت ها و اقلیت ها حرف های جذابی با علیف بادکوبه دارن این حرفا تو الان خورده شده این حرفا تو الان خورده شده یه جایی سر باز میکنه دیگه بالاخره یه جایی داده کسی بالا میره و این بخش بسیار کوچکی از چیزی که علیف بادکوبه این عیاش قمارباز رو میتونه به زودی آواره کشورهای اروپایی و کشورهای غربی بکنه که اینها راهکاری برای مقابله با آن نخواهند داشت من این رو هم لازم از خدمت شما عرض بکنم که بر اساس آن چیزی که داریم مشاهده میکنیم اراده اینها برای محقق کردن اهداف شومی که در ذهن دارن و برای اینکه مرز تاریخی ایران رو ارمنستان رو ازش کنار بزنن بسیار جدیه بر اساس اون چیزی که داریم میبینیم این شکلی برداشت میشه چون علیف باتکوی تصمیم میگیره که این اصلا عددی نیست که کشور رسما مستمره ایه. کسانی شده است که از خارج در ترکیه و در تلاویف نشستن اونا دارن برش تصمیم این موظف اجرا بکنه و واکنش ایران هم ساده خدمت شما عرض کنم ایران خیلی واضح این رو قبلا توضیح داده من اگر اقدامی در حوزه نظامی انجام میدم اگر کاری می‌کنم برای اینکه زور خودم رو به رخ کسی بکشم نیست دنبال جنگم نیستم اگه کارهایی در حوزه نظامی میکنم اقداماتی دارم انجام میدم نیروی او من دنبال جنگ نیستم من دنبال امنیت پایدارم و محققش میکنم محققش میکنم کارهایی هم که در حوزه نظامی انجام میدم نظامی و جنگی و چیزهای از این دست صریف نمیشه نه اینا برای اینکه تو امنیت پایدار رو تعمین بکنم و ذره ای هم از این ماجرا کوتاه نخواهم اومد طول این میکنم کنم این آن چیزی هست که این روسا داره در اطراف ما اتفاق میفته پانزه تا همسایه داریم این روسا هر کسی مشغول خودش هر کسی درگیر خودش بعضیشون اومدن مرا گفتگوی با ایران بعضیشون مطالباتی داشتن ایران برطرف کرده یه سری مسائل هست در حوزه کشور همسایه نمیشه بهش اشاره یکی دو موردی که اخیرا اتفاق افتاده چون برای مخاطب قابل هضم نیست باید یه داستان مفصلی توضیح داده بشه تا افکار عمومی بفهم فلسفه این ماجراها چیه ایران اونها رو داره برای کشورهای همسایه برای اون کشورهایی که تو این حوزه مشکل خوردن انجام میده همه چیز اوکیه همه چیز مثبته یه همسایه داریم که اتفاقا همسایه خیلی کوچولویی هم هست آرامش رو هم از مردم خودش گرفته هم از کشورهای همسایهش گرفته هم میخواد منافع ایران رو به خطر بندازه اونم علیف بادکوبه ایه این شکلی خیلی کسی نمیتونه بازیش رو پیش ببره تا یه جایی کشور تو مستعمره بکنی و اینو اونو راه بندازی و شرارت علیه همسایت بکنی میتونی بازی رو پیش ببری ولی در بلند مدت به نتیجه نخواهی رسید حکومت داری با قماربازی خیلی متفاوته هرچند خاطراتی که از علیف فواتکوی تعریف میکنن نشون میده تو همون قماربازیش هم خیلی مسلط نبوده خیلی حرفه‌ای نبوده در حکومتداری هم قطعا یک خاطره ماندگار برای بسیار این آدم به جا از خودش خواهد گذاشت دوستان لازم هست یک چیزی رو خدمت همه عزیزان یادآوری بکنم نقشه دشمنان ما و بدخواهان ما ذره این نسبت به هزار سال پیش 1400 سال پیش هزار سال پیش تغییر نکرده شما وقتی فضا رو بررسی میکنی میبینی که یه موقعی دو تا قبیله بودن اوس و خزرج یهود برای اینکه منافع خودش رو تعمین بکنه در سرزمین عربستان یه روز اینها رو به جون اونا مینداخته یه روز اونا رو به جون اینا مینداخته یه روز طرف اینا وای میساده یه روز طرف اونا وای میساده یه روز به این تسلیحات میفروخته یه روز به اون تسلیحات میفروخته سالیان سال اینها به همین شکل داشتن فضا رو مدیریت میکردن بین این دو تا قبیله در امنیت هم بودن چرا چون اینا هیچ متحد نمیشدن با هم گفتگو نمیکردن دیالوگ نمیکردن اون این وسط یه اقلیتی بوده بین این دوتا در امنیت کامل بوده بازیشم مدیریت میکرده اسلام زمانی که میاد اولین چیزی که حل میکنه داستان این دوتا قبیله بوده که آقا با هم تمومش کنید با هم تمومش کنید بذار این بی همه چیزی که داره این وسط منفعت میبره به هاشیه بره سالیان سال گذشته از این ماجرا شما برید 70 سال پیش رو بررسی بکنید 80 سال پیش رو بررسی بکنید کاریکاتورهایی که میکشیدن تو این کاریکاتورها نشون میداده که یه طرف مردم ارمنستان در فقر و بدبختی هن، یه طرف مردم باکو در فقر و بدبختی هن، یه طرف سهیونیسا ثروتمندانه رو سر اینا وایستادن ببین خیلی حرفا یعنی 60 سال پیش 70 سال پیش وقتی طرف میخواسته تحلیل بکنه اون چیزی که اینجا اتفاق افتاده میگفته سایه اینها هست که شماها رو داره بازی میده شماها رو به جان هم انداخته شماها رو با هم درگیر کرده باکو همسایه ما هست ارمنستان هم همسایه ما هست یه جا شما اینا رو در کنار این صهیونیست‌های بی همه چیزو کنار ارمنستان میبینی در مقابل این وایستاده یه جا شما در کنار این میبینی پررنگ پررنگ اومده کنار باکو قرار گرفته داره علیه ارمنستان میتازونه بعد کجا؟ این نکته جالب کجاست نکته جالب اینه که اینا رو انقدر حیثیتی درگیر هم کرده که اینا همه چیزو می‌بینن همه چیز براشون پررنگه هیچ کدوم نقش اون صهیونیست نمی‌بینه البته ماجرام خب از یه جای بعد دیگه خیلی حیثیتی شده دیگه وقتی شما دو تا نبرد تاریخی اینا رو با هم بررسی میکنیم ده ها هزار نفر کشته و زخمی دارن دو طرف یعنی بازی به سمتی رفته که حالا خیلی حل کردن این داستان خیلی به لحاظ تعصبی که دو تا کشور روش پیدا کردن و گاردی که نسبت به هم دیگه دارن خیلی جای کار داره ولی این ماجرایی هست که من دوست داشتم یک بار دوستانم از این زاویه ببینن رفقا آن چیزی که داره اتفاق میفته این هست که در تمامی کشورهای مسلمان و در منطقه خاورمیانه یک عده دنبال این هستن که ما دوچار اختلاف بشیم بعد بیافتیم به جون همدیگه بعد تو سرکله همدیگه بسنیم اونا هی پیشرفت کنن هی وضعیتشون بهتر بشه نخبه های ما رو دانشمندای ما رو چون بالا شهر دنیا شدن دیگه اینا وردارن ببرن اونجا از طریقش کشورهای خودشون رو زیباتر بسازن منطقه ای که زیر پاش انرژی زیر پاش امکانات زیر پاش بهترین دارایی دنیا هست مردم شهر رو همدیگه چند سال الان وضعیت منطقه ای ما, اینه؟ ما که این محله ای ما کی قراره همسایه ها هم مشکلشون رو با هم دیگه حل بکنن چرا حل نمیکنه؟ غم اصلی اینها هست چیزی که خیلی ها فرصت نمیکنه بهش فکر بکنن و اون داره هی هیسیتی تر میکنه تو یه زبون مشترکی با ملت منطقه داشتی و داری اون زبون مشترک چیه اسلامه داره تو کشور خودت میزنش تو کشورهای منطقه هم سعی میکنه میزنش حکومت های سکولار هم سعی میکنه روی کار بیاره همزمانی که داره روی این مسئله کار میکنه به شدت روی مسئله قومیتی داره کار میکنه حیثیتی کرده مسئله قومیتی رو چرا چون تجزیه میخواد میخواد تو کوچولو 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 بشی و سخزرش های مختلفی اینجا اتفاق بیفته به وجود بیاد او رو سر همه اینها وایسه مذهبم که نگاه میکنه همین بازی رو به شکل دیگری داره پیش میبره یعنی اگر مثلا در منطقه قومیت رو داره سعی میکنه روش گسل هایی رو تعریف کنه روز این مذهب هم همینه تو شیعه و هم نگاه میکنی تلاش میکنه اختلاف بندازه به جون هم بندازه حیثیتی بکنه مسئله رو کمان که البته بگم بخشی از اختلافاتی که وجود داره حسیتی هست اینو نمیشه انکار کرد ولی او تلاش میکنه بازی رو به سمتی پیش ببره که وحدت در هم شکسته بشه همه به جان هم بیفتن تو نگاه بکنی ببینی اون ور تو حاشیه امنش هست داره وضعیت خودش رو بهتر میکنه دنیای خودش رو زیباتر میسازه تو این همه سرمایه و امکانات و دارایی زیر پای ملتای منطقته هر روز هم دعوا بین شما بیشتر میشه هر روز هم مردمتون فقیرتر میشن هر روز هم اوضاعتون تر میشه این چیزی که متاسفانه در منطقه خاورمیانه ما نمیتونیم برای انسان ها توضیح بدهیم انقدر مسائل رو زیاد کردن انقدر داستان ها رو زیاد کردن انقدر ابهامات مختلف به وجود آوردن که انسانها فرصت پیدا بکنن کمی درباره این مسئله پیدا بکنن همین بدیهیات ها همین به شدت براشون دشواره و اصلا هیچ زمانش برای اینها فراهم نمیشه این هم یکی از غمهایی هست که لازم بود به بهانه این ماجرا یک مروری پیرامونش با هم دیگه داشته باشیم من نکته دیگه ای ندارم اگه شما نکته داشتین حتما در قالب برای من بفرستین کمک بکنید که این گزارش با پیام شما کامل تر خاک پای همه رفقا هستم از خدا میخوام که بهترین ها برای دوستانم اتفاق بیفته خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر